سلام روزتون بخیر در ادامه گایت های دراگون فلایت همون امروز قرار بریم سراغ پروفشن ها و میبینید کارکتر های مختلفی ساختیم با اسم های های مختلف و امروز قرار راجع به آلچمی صحبت بکنیم بریم راجع به آلچمی توضیح بدیم سعی میکنیم این ویدیو چون اولیه کامل همه پروفشن ها رو همه این نکات پروفشن رو توضیح بدیم و بعد توی ویدیوهای دیگه سعی می‌کنیم ویدیوها کوتاه‌تر باشه چون بیشتر نکات رو گفتیم خب صفحه ورکمون رو باز کنیم میبینید صفحه ورکمون کامل عوض شده و خیلی چیزهای جدیدی توش میبینید که حالا میخوایم راجبشون توضیح بدیم مثلا چیزهایی که میبینید اینجا میبینید یه سری آیتم بهمون به اضافه شده که آیتم های مخصوص هر ورکه و با ورک های دیگه ساخته میشه مثلا این رو با انسکریپشن ساختیم این رو با تیلورینگ ساختیم این رو با لیدر ورکینگ ساختیم و آیتم های مختلفیه که دیگه میتونید برید حالا اینا رو پایین ترین رنگش میتونید رنگ های بالاترش رو از طریق یه سیستمی به نام ورک اوردر سفارش بدید و براتون بسازن که سورس بسیار زیادی برای درآمد میتونه باشه توی دراگون فلایت و هر کی ورکش رو بتونه به اون درجه بالا و مکسیموم برسونه میتونه درآمد فوق العاده زیادی داشته باشه و هیچ ورکی دیگه بی ارزش از نظر من نیست حالا یه ورکی هست هزینه ای که باید بکنیم به اون سطح بالا برسید شاید خیلی بیشتر باشه نسبت به درآمدش ولی بعضی ورک ها درآمد فوق زیادی دارن و حالا راجبشون توضیح میدیم چون درآمد همونجور که میدونید برای ماها ایرانی ها حداقل خیلی مهمه و پروفشن ها میتونه سورس بسیار قدرتمندی برای درآمد باشه و بریم راجبش صحبت بکنیم Uh, توی اون نگاه اول دو تا تب داریم uh, چیزی که اول عوض شده حالا به جز تمام این نکاتی که اینجا وجود داره راجبش توضیح میدیم دو تا تب داریم یه تب رسپیامونه به صورت عادی رسپیامون توش قرار داره چیزهای مختلفی که همیشه داشتیم و یه تب اسپزیالیشن داریم که بهش میگیم تب مستری حالا یا اسپزیالیشن شما به یه درجه های خاصی از ورکتون که برسید بهتون این تب براتون باز میشه اولین درجه 25 بعد 50 بعد 75 بعد 100 این برای ورک هایی که 4 تا اینجا تب مختلف داره آلچمی که مثلا 3 تا تب داره براش میشه 25 50 و 100 بینید من الان بخوام این تب سوم ترین کنم گفته باید دراگون آیل اسکیل آلچمیم 100 باشه این رو رو 50 ترین کردیم این رو, رو روی 25 ترین کردیم و یه توضیح دیگه ای که باید بدم گرفتن هر کدوم از این اسکیل ها به شدت سخته حالا اینجا بتای ما اینها رو به راحتی میتونیم بخریم و ازش استفاده کنیم ولی گرفتن هر کدوم از اینها تو سرورهای لایو میتونه بسیار سخت باشه و کسی که مثلا پوشن مستریش رو مکس کرده واقعا زحمت کشیده و سود زیادی هم قطعا به دست میاره یا کسی که مثلا فیال مستری یا همون فلسکش رو مکس کرده میتونه درآمد فوق العاده زیادی داشته باشه خب این نالج ها چجوری به دست میاد بجز این نالج های رندومی که حالا از سورس های مختلف میگیریم مثلا ممکنه توی دارکمون بهمون به بده یادتون قبلا دارکمون بهمون به اسکیل میداد اینجا ممکنه بهمون به همون نالج بده هنوز دارکمون نیومده تست کنیم ولی یه احتمال وجود داره که بهمون به نالج بده چون نالج خیلی سورس مهمتریه تا اسکیل فعلا برامون و میبینید اینجا یه چیزی حدود 150 تا پوینت استفاده کردیم دیگه اگه در نظر بگیریم اینجا 90 تا همین بالاه و 75 تا 70 تا هم این پایینه حالا 150 تا تقریبا ما اینجا استفاده کردیم از نالج هامون و نالج ها گفتیم از دو تا سورس در میاد یکی فرست کرافت بونس اولین باری که یه چیزی رو میسازیم به همون میده یه دونه به همون نالج بیشتر نمیده هر دفعه و نالج هایی که به صورت مختلف از سورس های مختلف به همون احتمالا خواهد داد یا جاهای مختلفی که به همون حالا میده و اینها میتونه به همون کمک کنه این نالج ها رو مکس کنیم و هر کدوم از این نالج ها حالا بهتون نشون بدم میبینید کمکمون میکنه تقویت میکنه اون چیزی که داریم میسازیم مثلا پوشن مستری رنگ یکش اه, میبینید هر کدوم از اینها مثلا 5 تا ریسورس میده اینجا بهمون کاتالیست فینیشینگ ریجنت میتونیم استفاده کنیم یا مثلا توی فیال مستری اگه بریم میبینید میتونه قسمت های مختلف اینسپایرشن بهمون به بده حالا اینا راجبش توضیح میدیم ریسورس فولنس میده و نکات مختلفی که توی هر بخش داریم و اینها میتونه آپگرید بشه اینجا میشه حدود 150 تا و اینجا میشه حدود 200 تا پوینت لازم داریم که آلچمی تئوریو مکس کنیم و ورک ها میتونه یه وقت زیادی از همون بگیره تو اکسپنشن بعدی و درآمد فوق العاده خوبی داشته باشه برخلاف اکسپنشن های دیگه که مثلا یه 10 کی میدادی یه آلتیو میگفتی یا علی برو جلو اکشن هاسو تو کن و حالا بریم راجع به اون استت هایی که گفتیم صحبت بکنیم این و پروفشن تول هامون و اکسسوری هامون حالا اینها رو چه جوری گفتیم میسازیم دیگه گفتیم اینو مثلا با اینسکریپشن ساختیم اینو با تیلورینگ و اینو با لدر ورکینگ ساختیم و هر کدوم یه استتی بهمون دید این استت ها چیه اولی رو شروع کنیم این پایین ترین در حالا داریم میگیم پایین ترین و گفته به صورت عادی 6 تا بهمون به آلچمی اسکیل میدم. ما آلچمی اسکیلمون 78ه. 6 تا که گرفته شده 84. می‌بینید. اینجا توی صفحه اسکیل اون برام نوشته 84 به علاوه 163. مجموع شده 247. اون 84 از این راهی که گفتیم به دست اومده، 163 هم از اون سورس‌های مختلف هایی که ساختیم. گفتیم پوشن که بسازیم اینجا پوشن که بسازیم به همون اسکیل های مختلف میده فراست پوشن، ایر پوشن، پوشن های کلی حالا پوشن لور و سورس های مختلفی که به همون این استت ها رو به همون میده پس شد این اسکیلمون. خب اینسپایریشن چیه؟ اینسپایریشن همه پوشن ها تمامی رسپی ها تو همه ورک پوشن ها نمیدونم گاگل انجینیرینگ گان انجینیرینگ آیتم هایی که به لکس میتینگ میسازه تیلورینگ میسازه می ای این چند میسازه همه اینها این چند رو داره که آبگیریت بشه و یه سطح بالاتری بسازه مثلا بذاریم من پیدا کنم پوشن اینویزیبیلیتی رو چون پوشنی بوده که خیلی ازش استفاده کردیم و همه میشناسیمش خب پوشن رنگ که اینویز اسمش هست هاش زیفر زایفر و سه تا رنگ داره حالا پوشن ها سه تا رنگ داره آیتم های دیگه تا پنج رنگ فعلا داره که مثلا این ترینکت حالا بعدا بهتون نشون میدم ببینید پنج رنگ است اگه اشتباه هم ترینکت شد داریم این ترینکت رنگ چهاره مثلا میبینید چهار تا حالا از اون مربع ها یا لوزیا داره حالا بگیم چهار ستاره یا هر چیز دیگه ای و این ترینکت مثلا این پوشن رنگ یکه. دوازده ثانیه اینویزمون میکنه رنگ دو که بشه این, تی... این پوشن میشه 15 ثانیه این ویز و رنگ سه که میشه میشه 18 ثانیه این ویز حالا نمیدونم اینجا به همون نشون میده اینجا میبینید رنگ سه کردیمه شده 18 ثانیه این ویز اینجا رنگ دو 14 ثانیه من اشتباهی گفتم 15 ثانیه 14 ثانیه این ویز مثلا میخواین یه مسیری رو بریم بیشتر از ده ثانیه طول نمیکشه اون مثلا میخوایم یه پک و رد کنیم نهایتا از پوشن رنک یکش میتونیم استفاده کنیم و از پوشن رنک سمون استفاده نکنیم یا مثلا میخوایم یه مسیر طولانی تری رو بریم نیاز 18 ثانیه این ویز باشیم از این پوشن استفاده میکنیم حالا اسپیدای مختلف و اگه نداشته باشیم و حالا از اونجاها رد میشیم پس این شد اینسپایرشن یعنی چانس داره رنک هر آیتمی رو زیاد کنه ما اینسپایرشنمون الان 10 درصده به صورت عادی 50 بوده ما 83 تا از سورس های مختلف گرفتیم مثلا اینجا سی تا اینجا گرفتیم از توی خود سورس هامون هم اینسپایرشن گرفتیم که مثلا بیاین بهتون نشون بدم ببینیم اینجا اینسپایرشنمون مثلا 5 تا اینسپایرشن اینجا داریم دیگه ریسورس فولنس داریم حالا پایین تر بریم میبینید دوباره اینجا اینسپایرشن داریم و مجموعا ما 83 تا بونس اسکیل گرفتیم ازش بونس گرفتیم ازش که مجموعا شده ده درصد حالا و به همون کمک میکنه رنک بالاتری بسازیم مثلا این پوشن چند سره به جای دو بشه سه این خط رو میبینید این خطی که اینجا قرار گرفته چند داره این رو زیاد کنه حالا به صورت عادی اگه این رو بذارم این میره آپگرید و خطه میاد اول چون اینجا دیگه تهی نداره رنگش نهایتا سست و برامون این سه رو اینجوری میسازیم خب گزینه دوممون چیه ریسورس فولنس ریسورس فولنس رو دیدیم از سورس های مختلف میگرفتیم هم اون تول هامون بود هم اون اکسسوری هامون بود ما دو تا اکسسوری میتونیم داشته باشیم به صورت کلی و یه دونه تول و از سورس های دیگه هم که میتونیم بگیریم مثلا اینجا ببینیم اینسپایرشن ریسورس فولنس مثلا توی اینجا برسیم ریسورس فولنس بهمون میده و ریسورس فولنس چیکار میکنه چانس داره متریال کمتری بگیره موقعی ساخت مثلا همین پوشن این ویزو در نظر بگیرید 5 تا فلاسک میگیره 5 تا اون پوشن خالی میگیره شیشه میگیره 20 تا هوچن بلوم میگیره و 8 تا ساکسی فریج اگر این چانس ریسورس فولنس اون بگیره که 5 درصد هم بیشتر نیست ممکنه به جای 8 تا ازمون مثلا 6 تا بگیره ممکنه 4 تا بگیره ولی همون متریال کلی رو بهمون به میده و میتونه یه مقداری ریسورس برامون سیف کنه چیز خوبی بد نیست گزینه بعدیمون کرافتینگ اسپیده که قدیم هم داشتیم و سرعت ساخت چیز عجیب غریبی نیست مثل کلاه کوکینگ و خیلی از این جدایی که روی هندمون میزدیم در گذشته و مولتی کرافت چیه چند این که آیتم های بیشتری بسازه مثلا بهمون گفته اگه این متریال ها رو بهت بهم بدی بهت 5 تا پوشن میدم و این رو از بی اف ای فکر میکنم داشتیم و این چانس ممکنه بگیره یهو یه 20 تا بده ممکنه 19 تا بده ممکنه 8 تا بده ممکنه 4 مثلا ممکنه 9 تا بده و عدد های مختلف دیگه این چانس باعث میشه که افزایش پیدا کنه میبینید بالاترین چانس هم همین مولتی کرافت 21 درصد از سورس های مختلف هم گرفتیمش مثلا ببینیم جایی بهمون به مولتی کرافت داده ا ف اعلان که مولتی کرافت اینجا بهمون به ند اینجا بهمون به مثلا 60 تا مولتی کرافت داده اینجا بهمون به 60 تا مولتی کرافت داده 120 تا مولتی کرافت از اینجا گرفتیم اینجا چانس مولتی کرافت خوردن زمانی که مولتی کرافت خوره 50 درصد بهمون به پوشن بیشتری میده و سورس های مختلفی میبینید مولتی کرافتمون رو زیاد میکنیم مثلا به جای 5 تا ممکنه بهمون به 8 تا بده 9 تا بده حالا بریم جلود نزدیک این آلچمی لب بشیم ببینیم برامون میسازه مولتی کرافت میخوره چیزی پنج تا برامون ساخت پنج تا رنگ سه ساخت اینسپایر شد ری سیف کرد ریسورس فولنس و مولتی کرافت میبینید پنج تا همه این قبلی ها پنج تا بود اینجا ده تا ساخت این یکی اینسپایر شد و رنگ سه ساخت میبینید این خطه انگار آپگرید شد رنگ سه ساخت و اینجا ریاجنت سیف کرد چقدر خوب که همه اینها رو توی تصویر توی یک ثانیه دیدیم و این خیلی نکته مثبتیه که داشته باشیم و بخش بعدی راجع به نالج هامون که صحبت کردیم راجع به رسیپی هامون هم صحبت کردیم و پوشن های مختلفی داریم برخلاف حالا اکسپنشن های قبل که مثلا یه پوشن آلچمی داشت یه پوشن اگیل داشتیم و مثلا این استرنج حالا استت یا مثلا پوشن های دیگه اینجا خیلی پوشن ها سورس های مختلفی داره خیلی چیز مختلفیه و اینها میتونه خیلی کمک بکنه استفادهاش میتونه کاربردهای عجیب غریبی داشته باشه توی سیم خیلی تاثیر میذاره و باید ببینیم حالا کدوم پوشن بهتر و اینها توی سیم های مختلف متوجه میشه بخش دوم فیال مستری که گفتیم جایگزین فلسک شده مثل همینه مثل پوشن مستری مختلف داره یه چیزی حدود 150 تا نالج میخواد و اینجا باز فلسک های مختلف داریم که اسمش شده فیال حالا اسمش رو عوض کردم و اسم شده فیال و چیزهای مختلفی داریم مثلا یک دونه از اینها رو نگاه کنیم مثلا فیال آف دفتنس حالا دفتنس مربوط به ورک های مثل مثلا ماینینگ و هرب و اسکینینگ کاربرد خاصی برامون نداره و دفتنس فکر میکنم چانس این که متریال با کیفیت بالاتر بکنیم و بهمون افزایش میده اگه اشتباه نکنم و بهتون همینجا نشون بدم هر کدوم از متریال هامون رنگ های مختلف داره رنگ یک هر چقدر حالا اون ورکتون بالاتر بره با کیفیت بالاتری میکنید ساکسی فریج رنگ یک داریم ساکسی فریج رنگ دو داریم و ساکسی فریج رنگ سه داریم یا مثلا حتی پوشن همون هم متفاوته پوشن رنگ یک رنگ دو و رنگ سه حالا اینا قیمتاش متفاوته روی کیفیت این آیتمی ای که میسازه تاثیر گذاره اگر من همه اینا رو بذارم رنگ یک این کیفیت میاد پایین تر میبینید شد رنگ یک چنس داره رنگ دو بشه به صورت عادی چی بود رنگ دو بود چنس داشت رنگ سه بشه و این خطه میبینید هر چی بالاتر میبرم این خطه جلوتر میره کیفیت بالاتر میره آیتم هایی که میذاریم این خطه رو اپگرید میکنه و حالا خلاصه نکاتی مثل اینجوری و به صورت کلی میشه همچین چیزی رو داشته باشیم توی حالا اکسپنشن آینده و سورس های مختلفی داریم و دیگه نکته دیگه ای که وجود داره حالا راجب آیتم های ساختنیش هم گفتیم راجب ترینکت و اینها صحبت بکنیم میبینید پنج تا رنگ داره برخلاف پوشن ها که سه تا بیشتر نداشت آیتم های ساختنی پنج تا رنگ داره فعلا فعلا گفته شما میتونید آیتم هایی با کیفیت حد آیتم های میتیک بسازید و این خیلی خبر بزرگ و مثبتیه که این ورک هایی که حالا آیتم میسازن مثل تیلورینگ بلک اسمیتینگ جول یا هر چیز دیگه ای بتونه آیتم در حد آیتم های میتیک بسازه یک برای آلت ها فوق خبر خوبیه اونایی که آلت های متفاوتی دارن میتونن خیلی راحت آلت هاشون رو آپگرید کنن و دو اینه که درآمد فوق زیادی میتونیم از ورک هامون داشته باشیم هر کی مثلا ورکش به اون درجه آخر اون رنگ نهایی برسه میتونه واقعا درآمد فوق زیادی از ورک هاش داشته باشه و به خوبی ازشون استفاده کنه و بتونه یک درآمد خیلی خوبی داشته باشه از یک راه درستی و اینها رو حالا اون قسمت درآمد رو توی ویدیوی ورک توضیح میدیم ورک اوردر الان تو بازی هست ولی کامل نیست برای همین راجبش زیاد صحبت نمی کنیم و خلاصه این میشه آلچمی و اون شیوه کلی ورک بود توی ویدیوهای دیگه سعی میکنیم کوتاهتر صحبت بکنیم ویدیو شاید تا 10 دقیقه 12 دقیقه نمیدونم جاه شد تا حالا شده 15 دقیقه و اکثر نکات کلی رو براتون گفتیم توی ویدیوهای دیگه حالا کوتاهتر میشه راجبش کم توضیحات کمتری میدیم چون اینها رو کامل توضیح دادیم و سعی میکنیم نکات رو بگیم بیشتر و همه رو دیگه توضیح دادیم ممنون که وقت گذاشتید این ویدیو رو حالا نسبتا طولانیمون رو دیدید فعلا خدا نگهدار شما